خدای تبارک و تعالی میگوید و اذا الوحوش حشرت، حیوانهای وحشی روز قیامت اینها دوباره زنده میشن. در آیه دیگری که در سوره انعام هست خدای تبارک و تعالی میگوید و ما من دابت فی الارض، هر جمندهی بر این زمین، ولا طائر یطیر به جناحی، هر پرندهی که پرواز میکند، الا امم امثالکم، اینا مانند شما مخلوقات خدا هستند، امتهای مختلفی هستند. بعد میفرماید ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون، همه اینها روز قیامت حشر میشن. حالا چرا اینها را خدا دوباره زنده میکند؟ در بعضی از روایات بعضی از اغراض و فواید این مسئله ذکر شده و آن این است که جانوران گرچه مکلف نیستند چون که عقل ندارند، اما به مقداری شعور دارند ولو اون شعورشون عقل نیست. گاهی خودشون متوجه هستند و شعور دارند که کاری که میکنن خوب هست یا بد هست. به قول یکی از آقایون میگفت شما یک گربه رو ببین، اگر خود شما جلو او یک غذایی را بندازی خیلی با خیال راحت و مطمئن میاد این غذا رو میخوره، اما اگر بیاد همون غذا رو بدزه فرار میکنه. الخائن و خائف هم در او منطبق هست. در بعضی از حیوانات یک کارایی هست بین خودشون که خودشون متوجه هستند که این کار ناپسندی هست. خب حالا این نسبت به حیوانات هست، خدا هم عادل هست. یک حیوانی نسبت به حیوان دیگر یک ظلمی کرده، اونجا تقاص اون داده می شود. در روایت هست که گوسفندی که شاخ داره و بی خود زده با شاخش به گوسفندی که شاخ ندارد، روز قیامت قصاص ازش گرفته میشه. به این مقدار خدای تبارک و تعالی میزان عدل او دقیق هست. بعدش هم تمام این جانوران دوباره خاک میشن که در اونجا وقتی کفار میبینن که تمام جانوران خاک شدند تمنا میکنن که ای کاش ما هم خاک بشیم. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش من مانند این جانوران خاک میشم بشم. اما خب فایده نداره، چون که نسبت به جانوران همون یک قصاص عدالت هست و حقش را گرفته. اما نسبت به انسانی که مقابل خدا سرکشی کرده، تعدی کرده، ظلم کرده، اینجور نیست که خلاصه دیگه بی عقوبت باشد. این انسان لازم است که عقوبت بشه. اگر قابلیت هیچ رحمتی نداشته باشد در جهنم جاودان خواهد بود.